سرخط خبرها مجاهد مولانا فضل الرحمن را برای جلوگیری از تبلیغات علیه ما به کابل دعوت کردیم. مرد در تخار دختر جوانش را خفه کرد و به قتل رسان. استرالیا 20 میلیون دلار به مردم افغانستان کمک می کند و پرازیت به مرزهای بیرونی پخش شد. مشروع خبرها بدنبال نشر گزارش‌ها مبنی بر دعوت ویژه مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای پاکستان به کابل، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که این گروه فضل الرحمن را برای شریک ساختن واقعیت‌های افغانستان به مردم پاکستان دعوت کرده است. مجاهد این اظهارات را روز یک شنبه در یک پیام صوتی به تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان مطرح کرده است. او میگوید مولانا فضل الرحمن دعوت شده است که به کابل بیاید. این نیت میتواند مردم پاکستان را در آگاهی قرار دهد تا بعضی از تبلیغاتی که صورت میگیرد از هان عامه را در پاکستان خراب نکند و در این راستا مولانا فضل الرحمن رول خوب بازی کرده است. این در حال است که حزب جمعیت علمای پاکستان اعلام کرد که طالبان پیام ویژه‌ای را به مولانا فضل الرحمن رهبر این حزب فرستادند و او را برای سفر به افغانستان دعوت کرده است. این پیام را سردار احمد شکیب کاردار سفارت طالبان در اسلام آباد به فضل الرحمن رسانده است. مرد در تخار دختر جوانش را خفه کرد و به قتل رساند. در مقام‌های ملی طالبان در تخار میگویند که یک دختر جوان در این ولایت از سوی پدرش به قتل رسیده است. این رویداد در روسای ترسقندهار ولسوالی اشکمش رخ داده است. مبین صافی سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در تخار گفته که این دختر بیبی نوریا نام داشت و از سوی پدرش خفه شده و به قتل رسیده است. وی انگیزه این قتل را مشکلات خانوادگی عنوان کرده است. فرد متهم به این رویداد از سوی طالبان بازداشت شده است. بر بنیاد گزارش‌های نشر شده در 3 روز گذشته دو زن در تخار به قتل رسیدند. استرالیا 20 میلیون دلار به مردم افغانستان کمک میکند. وزارت خارجه استرالیا اعلام کرد که این کشور 20 میلیون دلار به افغانستان کمک خواهد کرد. این وزارت با نشر اعلامیه گفته که این پول به مردم و مهاجران اهل افغانستان در کشورهای همسایه اختصاص داده شده است. استرالیا در نشست جهانی ژنو متحد به ارائه 265 میلیون دلار کمک برای پناهندگان در سراسر جهان از جمله آوارگان روهینگیا و جوامع نیازمند در میانمار و بنگلادش شده است. پیش از این حکومت کانادا اعلام کرده بود که برای حمایت از افغانهایی که به پاکستان و کشورهای آسیای میانه مهاجر شدند 21 میلیون دلار کانادایی اختصاص داده است. افغانستان انترنشنال گزارش می‌دهد اسپانتا استقرار طالبان در افغانستان به همفکران این گروه در کشورهای دیگر انگیزه داده است. در پای حمله بر یک فرماندهی پلیس ایران در سیستان و بلوچستان وزیر خارجه سابق افغانستان می‌گوید که ناآرامی در غرب آسیا و آسیای میانه هدف اصلی گروه‌های تروریستی است. رنگین داد فرسپنتا گفته استقرار احتمالی طالبان در افغانستان به همفکران و حامیان آنها انگیزه می‌دهد. دو حمله تروریستی همزمان در خیبر پختونخوا دست کم 4 نیروی پلیس پاکستان کشته شدند. یک عامل انتحاری در نزدیکی یک ایست پلیس در منطقه تانگ ایالت خیبر پختونخوا خودش را منفجر کرد و دو پلیس را کشت. در دو نواحی مختلف از منطقه تانگ در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان دو حمله تروریستی رخ داد. به گزارش رسانه‌های پاکستان در نتیجه این حمله تا اکنون دست کم 4 نیروی پلیس پاکستان کشته و شمار نیز زخمی شده است. رسانه جیو نیوز گزارش داد که مهاجمان با یک پست امنیتی در منطقه نالا و ولسوالی خیبر ولایت خیبر پختونخوا حمله کردند و با نیروهای امنیتی مسلح در آن پست درگیر شدند. گفته می شود مهاجمان از سلاح سنگین و نارنجک استفاده کردند و در نتیجه این حمله دو نیروی پلیس کشته و 7 تن دیگر آنان زخمی شده است. در همین حال یک حمله انتحاری نیز در منطقه تانگ ایالت خیبر پختونخوا گزارش شد. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان این حمله به پلیس در منطقه تانگ رخ داد و پس از آن مهاجمان مسلح به مدت 6 ساعت با پلیس درگیر شدند. دادگاه طالبان یک زوج را به دلیل ازدواج یعنی خلاف شرع از داشتن شناسنامه افغانستان محروم کرد. طالبان ازدواج دختر تاجک سنی مذهب را با مرد هزاره شیعه خلاف شرع دانستند. در ادامه ممنوعیت ازدواج زنان و مردان سنی و شیعه با یک دیگر دادگاه طالبان در کابل مدارک هویت یک زن و مرد جوان از دو مذهب مختلف را که به تازگی ازدواج کرده بودند توقیف کرد و به اداره ثبت احوال دلداد داد که از دادن هر گونه سند هویتی به این دو نفر خودداری کند. مدارکی که یک منبع فرستاده است نشان می‌دهد دادگاه حوزه 4 شهر کابل در یک نامه رسمی به اداره ثبت احوال افغانستان اطلاع داده است که مدارک هویتی یعنی تذکره یک زن و مرد را به دلیل اینکه ازدواجشان از نظر این دادگاه خلاف شرع خوانده شده توقیف کرده است.
در این نامه آمده است شعیب عطایی فرزند محمد داون باشنده ساکن اصلی پنجشیر و علی جواد فرزند محمد صادق باشنده اصلی پروان با مهر 90,000 افغانی ازدواج کردند و از آن جایی که زوجه شعیب عطایی و سنی مذهب و زوج علی جواد شیعه مذهب است در عقد نکاحشان موانع شرعی وجود دارد. دادگاه در این نامه به اداره ثبت احوال دستور داده است که از صدور هر گونه مدارک هویتی برای این دو نفر خودداری کند و منتظر دستور بعدی دادگاه باشد. منبع خبری که این مدارک را به ایندیپندنت فارسی ارسال کرده بود گفت شعیبا از قوم تاجک و سنی مذهب و علی جواد هزارتبار و شیعه مذهب است و به همین دلیل طالبان ازدواج این دو را خلاف شرع خوانده و آن را فسخ کردند. این منبع آگاه افزود این زوج پس از آن که طالبان از ازدواج آنها آگاه شدند تلاش کردند از افغانستان خارج شوند، اما از آن جایی که عروس جوان گذرنامه نداشت و شناسنامه اش نیز در دادگاه توقیف شده بود نتوانستند به طور قانونی از کشور خارج شوند. ازدواج میان دو مذهب مختلف در افغانستان موضوع جدید نیست و از مدتها پیش برای برخی از مردم این کشور مانع و پذیرفته شده است، اما در دو سال گذشته و پس از به قدرت رسیدن طالبان ماموران وزارت امرالمعروف نزد منکر و نیز دادگاه طالبان ده ها موارد ازدواج زنان و مردان سنی و شیعه را به دلیل اختلاف مذهبی غیر شرعی خوانده و فسخ کردند. طالبان در موارد هم زوجهایی که بیش از 10 سال از ازدواجشان گذشته بود و صاحب فرزند بودند را نیز به دلیل داشتن اختلاف مذهب بازداشت و زندانی و حتی به طلاق وادار کردند. رجب و گلندام زوج از دو قوم هزاره و پشتون پس از 12 سال زندگی مشترک و داشتن 4 فرزند سال گذشته در حالی که قصد داشتند از افغانستان اخراج شوند بازداشت و ماها در زندان طالبان شکنجه شدند. طالبان به دلیل اینکه رجب هزاره و شیعه مذهب و همسرش پشتون و سنی مذهب بود ازدواج آنان را خلاف شرع خواندند و قصد داشتند گلندام را به عقد پسر عمویش درآورند و کودکانش را نیز به پرورشگاه بسپارند. این کشمکش به تفسیر بنیادگرایانه طالبان از اسلام باز می‌گردد. طالبان پیروان اهل تشیع را رافضی و مرتد می‌خوانند و معتقدند که آنها یا باید مذهب سنی را بپذیرند یا از نزدیک شدن به اهل سنت بپرهیزند. حمله های متعدد طالبان در 20 سال گذشته به اماکن اهل تشیع که به کشته شدن هزاران شهروند هزاره و شیعه مذهب افغانستان منجر شد از نمونه های بارز دشمنی طالبان با پیروان این مذهب است. این گروه همچنین در دومین دور حاکمیتشان بر افغانستان از اگست 2021 تا اکنون قواعد صغیرانه زیاده از ممنوعیت آموزش فقه شیعی تا مصادره برخی اماکن مذهبی اهل تشیع و حذف کارکنان هزاره و شیعه از ادارات دولتی به پیروان مذهب شیعه اعمال کردند. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. الله یار مددگار همه شما باشه.